درود به شما بیننده سرنوشت به گونه زنده با من رشاد زریر از نور استید گسترش ناامنی ها به میزان غیر قابل باور پاسخ های غیر قناعت بخش و مکرر گسترش چشمگیر و ناامید کننده ناامنی ها در ماه های اخیر به ویژه در شمال کشور که دست کم در گذشته ها نسبت به جنوب امن بوده است آدم ربایی ها که سرنخی در دست دولت وحدت ملی نگذاشتند انفجار و نگرانی و خشم و خشم آگاهان نمایندگان مجلس و تمام مردم افغانستان را برانگیخته است حکومت وحدت ملی اما گذشته از تمام خانه های خالیش در هفت ماه نه تنها اقدام جدی برای جلوگیری از بالا رفتن میزان ناامنی و دفاع در برابر گروه های مخالف مسلح دولت نکرده است بل پاسخ قناعت بخشی نیز برای نمایندگان شهروندان و جامعه جهانی ندارد دیروز شنبه کمیسیون های دفاعی و امنیتی مجلس نمایندگان که رؤسای بیشتر از کمیسیون های هجده گانه پارلمان نیز حضور داشتند نشست فوق ای را برای بازپرسی و پیشنهادهاشان با حضور سه مقام امنیتی وزیر خارجه رئیس امنیت ملی و رئیس ستاد ارتش افغانستان برگزار کردند در این نشست وزیر داخل کشور ضمن نگرانی از افزایش ناامنی ها در نه استان کشور به نمایندگان وعده سپورت که آمادگی, های لازم را برای جلوگیری از گسترش ناامنی ها آغاز خواهد کرد رئیس امنیت ملی گفت او از آنچه که استخباراتش تشخیص می کند ارگان های مسئول را پیش از پیش آگاه می کند و رئیس ستاد ارتش هم به نحوی از سهل انگاریش انکار کرده است واکاوی این موضوع با مهمانانم عبدالودود پیمان نماینده مردم کندز در مجلس نمایندگان و دکتر نجیبی دانش معاون سخنگوی وزارت داخله خوش آمدید جناب وکیل سیب از شما آغاز میکنم این که این گیروگان گیری ها این انتحار و انفجار و گسترش ناامنی ها به میزان غیر قابل باورش در شب و روز اخیر چگونه ارزیابی میکنید السلام علیکم و رحمت الله با از یاد و احترام خدمت شما و بینندگان تلویزیون نور وضعیت از داخل نظام مردم به سوی نامیدی و یاس کشیده رشوت، اختلاس، فساد تغییر و تحولی هم که مردم امیدوار زی بودن بعد از ساله های دراز برعکس با ناامیدی بیشتر نسبت به گذشته مردم ها دوچار یاس و سردی هست. نظام سخت من فکر میکنم که در هر حکومتی که عدالت نبود انصاف نبود کار به اساس سمبندی تنظیم سیاسی و قومی تبدیل شد برعکس شعارهایی که دکتر اشرف غنی داد بدتر از گذشته عمل کرد آدمایی را که ما در توقع ما نمی رفت که با او تمتراق و آب و تابی را که وعده داد که ما والی انتخاب میکنم ها را انتخاب میکنم مشوره مردم را در نظر میگیرم نمونه یکی از انتخاباتش والی سب قندوز است که قندوز به پرتگاه سقوط نزدیک ساخته یک آدم بی کفایت بی تجربه آدمی که یک روز در نظام گذشته سابقه نداشته و همچنان وضعیت فعلی هم که میبینیم شرایط افغانستان ایجاب ای را میکرد که در مرحله اول باید وزیر دفاع مقرر میشد ما در گذشته هم شیر محمد کریمی را روان کردن رای هم در داخل دادیم متاسفانه بعضی از خصومت های قومی خودشان باعث سیزی شد که رای نبیاره ولی باز هم معطل کردن نواخ کردن فرصت از دست دادن در زمان بسم الله خان وزیر دفاع بود شما شاهد هستی خدا شاهد بود مردم ما میفهمند از نماز بامداد که وادم نماز میخون با ها به ولایات با پوست های سرحدی در خطای اول با افراد و پرسونلی بود وردو دیدن میکرد ساعت 8 و 9 شب به میدان هوایی باز میگشت از روزی که وزیر دفاع رفت شیر محمد کریمی هم در نقش لوی است که انتظار داشت وزیر شاه وزیر نشد با دلسردی و نگرانی و گذرانی میکنه دیگه فعلا به فریاد و دادخواهی خط اول در حدود جنگ در مقدمه الجیش کسی به داد اسکر متواری یا مثلا محصور محصر شده یا بیچاره و بیوسیله به دادش کس نمیرسه از روز رفتن بسم الله خان تا امروز ما باور ندارم که یکی از جنرال های عالی رو به وزارت دفاع به یکی از ولایات سفر کرده باشن همه را به حال خود گذاشته نمونه شما در بدخشان دو روز قبل دیده بسیار اصفناک است بسیار اصفناک است خب شما به بدخشان شکر کردین حالا این سربریده شدن 28 تن در بدخشان و به گفته نماینده های بدخشان که 62 تن در مجموع کشته و زخمی شدن و حالا هرچند مقام امنیتی آمار را کم میگن میگن در حدود 30 تن در مجموع کشته شده ولی این همه به نظر حالا ناامنی شمال در کل و باید جن این ناامنی های بسیار وحشتناک و غیر قابل تحملی که در شب و روز اخیر بدخشان ما داریم و به نظر مسئول بیشتر کی است ما فکرم یه است که پشت پرده گپای هست چی شد که اکثرا شدت جنگ به شمال رفت هنوز که برفا هم یخ نشده دیگه ما از سرحدات بدخشان و نورستان و سرحدات چترال و گلگت و مناطق بروغیل و شایسلیم و نورستان این سرحدات بسیار زیاد از افراد خارجی را می که سرازیر شدن به بدخشان و همچنان از ساحات بادغیس سغور غور بسیار زیاد از سمت جنوب طالبا به شمال آمده روان هستند یک قدم دوم گروپ های انتحاری انفجاری مربوط حقانی اینا هم تمام فوکس خود را در شمال قرار دادن از دیگر طرف ادعا در مقامات بالا و ردعای دولتی میشه که روابط ما با پاکستان خوب شده پاکستان سیاست سابق خود ترک کرده ما فکر میکنم پاکستان ممکن تغییراتی آورده باشه که از جنوب به شمال آورده و در کشتن مردم شمال احتمال داره که سطح رهبری دولت به این سیاست غلطی که ادعا دارن ما را دچار تشویش ساخته که یک طرف با حسن نیت به اعتماد بسیار از پاکستان به خوشی یاد میکنن حتی به افراد خود گوشزد میکنن که در مسئله رابطه بین دو طرف کلماتی را به کار نبرند که غلظت روابط دو طرف تیره بسازه و از دیگر طرف با یک اقدامندی جدید با یک, با یک, پروگرام جدید با یک برنامه جدید شدت جنگ و تمام برنامه های جنگی و انفجاری به شمال روان است سفاس ممنونت برمیگردیم به شما جناب آقای دانش خب آنچنان که در آغاز این روزهای تشکیل وحدت ملی حکومت وحدت ملی ما گواهی بودیم که رهبرها وعده های گوناگونی میدادند و ای که در اولویت کاری حکومت وحدت ملی امنیت و آوردن صلح و رفاه دائمی به افغانستان است حالا در مدت هفت ماه چی کرده به ویژه‌ای که از پنجاه و چند روز به این سو که 31 شهروند ربوده شدن هر چی اعتراضاتی را که در پیداشت حالا چی اقدامی حکومت اقدام عملی کرده تمام آدم ربایی ها و گروگان گیری ها حملات و انفجارات به ویژه در ساحاتی که زبان زد عام و خاص بود مثل استان بلخ در امنیت ما شاهد ناامنی بسیار گسترده و وحشتناک بودیم به نظرتان دولت تا حال چی کرده در این مدت هفت ماه بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و بیننده و جناب پیمان. یک چیز باید فراموش نکنیم که ما به نمایندگی از کل حکومت افغانستان گپ نمیزنیم فقط از سکتور امنیتی به خصوص وزارت امور داخله در موردی که چرا در این روزها یک اندازه تحرکات دشمن بیشتر شده عوامل مختلف داره و ای که چرا جنگ به صفات شمال رفته و نامنی بیشتر به صفات شمال افغانستان شده از دید اول خوب در بعضی ساحات پاکستان می عملیات ها تعدادی از ترورست و شبکه های تروریستی داخل افغانستان شد و بیشترین از اینا به ساحات مختلف افغانستان مسکن گزین شدند. ما گزارش هایی داشتیم که تعدادی با خانواده ها و افراد خارجی اینا جابجا شدن دلیلی که بیشتر اینا به شمال رفتن خب ما در تعداد از ولایات افغانستان نه در 13 ولایت و به شمول خود ولایت هلمن همی عملیات سنگین و زلفقار یک انداز فشار هم در تعداد از ولایات بیشتر زمینه را مساعد کرد که اینا به ساحات امن برند در نتیجه اینا بیشتر تمرکزشان را به شمال افغانستان کردند و شما خبر دارین که در یکی دو سال گذشته شمال افغانستان از ولایت امن بود متاسفانه در یک سال گذشته و امسال اینه در جریان امسال ما بیشترین تحرک دشمن در ولایت شمالی افغانستان مثل کندز فاریاب، بدخشان، تخار و ای ساحات داشتیم حالا که فصل جنگ آغاز شده گرچه که ما در زمستان هم تو فرصت نداشتیم مثلا گفته میتونم که اگر بگوییم که در زمستان های گذشته یک اندازه وضعیت توری می بود که در فصل زمستان اما ای بار دشمن در فصل زمستان هم تحرکات داشت در بعضی ساعات افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان هم عملیات های تصفیبی اما به تازگی یک اندازه تحرکات به شمال افغانستان بیشتر شده و حال هم که شما بیشتر به اشاره در بدخشان که کل مردم افغانستان متاثر ساخت متاسفانه بله ولی چیزی است که از او پوشی نمیشه اما برای که ما چطور میتونیم جلوش بگیریم واضح است که نیروهای امنیتی افغانستان تلاش خود میکنند، کوشش خود میکنند به قیمت جانشان اینا از مردم افغانستان و برای از اینکه فضا را چطور بتانند برای مردم افغانستان بهتر و خوبتر بسازند دفاع میکنند اما متاسفانه جنگ است ولی ما کشور در حال جنگ هستیم پس از جنگ انوس هم مشکلات خب بان که معلوم است و دولت معلوم بود با تجربه های که از سالهای گذشته داشتی که طالبا با تغییر اقلیم با آغاز فصل جدید با آغاز فصل گرما با فعالیت ها و عملات و تجهیزاتشان میافزایند چرا آمادگی های لازمی می گرفته دست کم در اما خط دفاعیش اگر نتونست پیش روی بکنه دولت در خط دفاعیش دست کم در استان های بدخشان خود سفز بکنه خب موضوع خط دفاعی اصلا یک بحثش مطرح نیست ما در هیچ گوشه و کنار افغانستان از پار سال با اکنون نداریم که ساحت را دشمن گرفته باشه الهی که دشمن در یک بوستا یا حضور داشته حمله کرده نیک پیش داشته باشه دست دستاور داشته باشه ما ایت در هیچ گوشی افغانستان در سال گذشته و در سال جاری سقوط یک ولسوالی را شاهد نیستیم این سوق یک بخش از یک منطقه یا آخر نشان میداد که در ولسوالی های مربوط ولایت سرپل و در چند مناطق دیگه مربوط شمال طالبا پیشروی کردند خطر این می رفت که بعد ولسوالی خب، سقوط بکنه اصلا این موضوع خوب پنهان نمیمونه اگر هر ولسوالی را یک دشمن بگیره حالا دسترسی بر رسانه ها بسیار آسان است بزرگترین فرصت شد اولین رسانه شما اعلان کنید. اما چیزی که ما با به شما به یقین گفتم میتونم که دشمن با قوت چار هزار نفریش زمانی که به سنگین حمله کرد که سنگین نتونست بگیره اینت مطمئنا شما گفتم که در هیچ گوشه و کنار شمال افغانستان نمیتونه دستاورد داشته باشه الهی ای که بینیمی جنگای چریکی الهی ای که مردم با حملات تروریستی حملات انتحاری حملات انفجاری هدف قرار بده لحاظا در بخش از اینکه ما چطور بتونیم جلو وزیره بگیریم بله برای نیاز است برای دستگاههای کشفی به استخباراتی که بیشتر تقویه شون بیشتر کار بکنن تا اینکه مشاهدم چه حادثه خب یک سری رازهایی در گزارش های رسانه ها نافته البته گزارش که ادعا میکنن موثق بوده مستند بوده و با مدرک بوده ای که در بگونه این نمونه این آخرین حمله ای که در بدخشان شد و بسیار ماتم افغانی کرد در تمام افغانستان در همون پاسگاهی که حمله اتفاق افتاد آغاز حمله و بالاخره تا سربریدن ها ادامه پیدا کرد اون پاسگاه در روزی اتفاق حادثه یا حمله گروه های مخالف فرماندهش وجود نداشته فرمانده زمینی که فرار کرده تمام موارد نیاز را هم با خود آورده که نتونستن حتی تمام وسایلی را که طالبان با خود بردن سبب این بوده که موتراشون تل نداشت البته گزارش برخ از رسانه ها میرسونه یکی دیگه ای که اما انگی دست کم بوده به گفته رئیس امنیت و ای که چهار روز پیش از اتفاق حمله امنیت ملی گزارش داده به ارگان های امنیتی دیگه که قرار از طالبان حمله بکنند و دیگه هم که حتی فرمانده امنیتی بدخشان در روز حمله و در می جریان در بدخشان حضور نداشته چگونه ارزیابی میکنه شما بند خب بحث بدخشان و حادثه که در اخیر صورت گرفت بیشتر مربوط میشه به وزارت دفاع افغانستان اما آنچه چرا که ما برداشت دارم به ایسی یک افغانستان که بله در اوج غفلت وظیفوی صورت گرفته قمندان مسئول شخصی که در اوج باید بر سو قسوی نیروهایش و بر هدایت نیروهایش حضور می داشت حضور نداشته ایره باید پاسخ بگویه باید امرایزی برخورد بسیار جدی صورت بگیره که چگونه خودش در محل حضور نداشته و آنچه که شما موضوعات و اتهاماتی هم که به این بسته است که مشکلات دیگه هم داشته باید پاسخگو باشه در مورد قماندان امنیت چند روز پیش از یه حادثه قماندان امنیت به دلیل مریضی که داشت رسما رخصت گرفته بود از وزارت داخله تکلیف مشکل داشت که به هند بود و روز گذشته وزیر امور داخله اینا راجل خواست و وظیفه روان کرد اینی کارایی است که بله هم مشکلات وجود دارد. که باید به با او رسیدگی صورت بگیره اما ما چنانچه که باید تعهد کردیم که در خدمت مردم می باشیم و بر تامین امنیت مردم افغانستان می رسمیم باید بالای وظیفه ما باشیم و با شکل درستش و به شکل آن را که لازم است ما وظیفه خود خب آنچنان که شما بیشتر گفتند تمام بالاترین آمار روزم پروری در افغانستان را هنوز از نشان پاکستان داریم به نظر مشخصا تعداد از کشورهای ما غرز هنوز هم و اینجا مسئله بحث صلح و رابطه ای تازه افغانستان و پاکستان چی میشه خب کاری که در مورد صلح با کشور پاکستان و یا یکی برنامه‌ای که با تعدادی از طالبا و شبکه هایی که علاقه دارند که به این پروسه بپیوندن یک بخش دیگه از حکومت بلایزو کار میکنه کسایی که میاین به پروسه و قوانین افغانستان میپذیرند و این می نظام قبول دارند ما را کسی که تروریست است مردم ما را میکشه باید در مقابلش استادگی صورت بگیره خب شما در آغاز ابراز کردین که به نمایندگی از تمام دولت نیامدین بنابراین پرسش ما اینجا این است که در ناامنی های گسترده و غیر قابل تحمل آخر در افغانستان به نظرتون کدام ارگان امنیتی افغانستان بیشتر مسئول است ما اگر بگوییم که در کل همه نیروهای امنیتی افغانستان همی که قوای مسله افغانستان میگیم در کل امنیتش پلیسش اردوش در بخشهایی که نیاز است باید دستگاه های کشفی و استخباراتی بیشتر کار کنم در بخشهایی که به موضوعات جنگی است خب متاسفانه امی جنگ پلیس هم از وظیفه اصلیش که تنفیذ قانون ساورده به جنگ و ما هم خودم مسئول میدونیم که باید بری بیشتر توجه داشته باشیم سپاس از شما جناب آقای به نظر شما کی ها بیشتر مسئول هستند حالا سی و یک مسافر را باید کی دری این پنجاه روز برمیگردان باید پاسخ سربریده شدن 28 فرزند افغانستانی 28 جوان افغانستانی در بدخشان را و در کندز را و ناامنی ها را و در تخار و در فاریا و در برخی دیگر از مناطق شمال به نظرتون کی بیشتر پاسخ گوست؟ با فکر ما پاسخ گو کسی است که بیشتر دایت سنایت بیشتر داره دعوای یر داره که رای مردم گرفته دعوای زیاد داره که رئیس جمهور منتخب مردم است ادعای زیاد داره که متفکر دوم کره زمین است ادعای زیاد داره که نسبت به هر کسی یک در امورات فنی و مسلکی آدم بالا و تواناست امتیان گیر است از سارنوال تا جنرال است والی تا وزیر امتیان مگیره سرقماندان علای خواهی امنیتی ما شماست با جز از این القابای بزرگ بزرگ که رئیس های جمهوری افغانستان باید دل خود خوش کردیم در گذشته تا امروز ولی در نقش عملیش سوال ما است که نقش سرقماندان علا چیست در تباهی یک قطعه که تارمار میشه مثل گوسپند اونا حلال میشه حتی تا امروزم نه سرقماندان پاسخ دیست نه مقامات وزارت دفاع نه بخش قول اردو یا لاعقل یک،, یک حالت استراری در کمیسیون امنیتی اعلان شوه که در یک جلسه استراری بگیرن و امروز از مقامات رهبری از رئیس جمهور گرفته تا رئیس اجرایی تا وزیر دفاع یا سرپرستش امروز بعد در بدخشان سر جنازه مردم میبینن خب در تصاحب قدرت کوشش میکنن که همه چیز در دست بگیرن اداره کنن ولی به هیچ چیزی رسیده نمیتونن امروز چیزای خبرای بدی رو قد دا و ب ب ه ک و م او بان ب ای سیسم تکروی و جاطلبی ک خو طبیت امپراطوری پیدо کردа اشرفغنی بازم ضعف نظام و بеکفایяتی فر منم ک ست کое ک د مو مرتبان در داخل аر نگоه کردан از پشت پرده خبر نаدоر ک رف د در پشت پرده با استفاده از شرایط وضعیت فعلی با همون نهات که 13 سال با او در تماس است چه والیش است چه جنرالش است با اونها دوباره در شکل اپوزیسیون و فرصت از شروع به کار کرده که نظام ضعیفتر بسازه تا این کاروان به منزل مقصود نرسه سال ناپر کرده باید خود حکومت وحدت ملی مسئله را اعلام کنند و دو, دست دو دسته دو برای برا مخالفین خود یا بر داعش گپ ما که آقای اشرف غنی بیشتر اوقات خود در کشمکش در رقابت با دکتر از عبدالله با آیندیش خود آماده داره که یادم به حیثیت بسازه، سبک بسازه، بی وقار بسازه پیش مردمی را کم بیاره و صلاحیت کاری که در پروتوکول حزب قرارداد وحدت ملی داشت اونا هم پشت پا زده و در انتخاب خود خودش هرچی که دلش خواسته باشه ما داشتیم آقای اطمر را در گذشته در وزارت داخله نتیجه خوب نداد در زمان آقای اطمر تمام نیروهای امنیتی حتی به قول خود آقای کرزی که رئیس جمهور بود گفت قوتهای خارجی از طرف شب قای قوت قوتهای را میبرند در سرحدات روسیه جا جا میکنند نگرانی جدی ما و نگرانی کشور روسیه که استخبارات روسیه داره او گفت که جنگ ناتو یک طرف در اوکراین در رویارویی در مسکو و طرف دومش هم در جنوب آسیا در سرحدات روسیه جبهه باز دارن. کشورهای غربی با همگامی و همدلی با پاکستان و بعضی از سران دولت ما در تبانی با دولت ما و, و کسایی که اونا را استقبال کردند در سفرهای خارجی ما نگرانی از این هستیم که اگر خدا نخواسته در پشت ای پرده همچون معاملات باشه وضعیت وطن به ما رو به تباهی می رود خب، و... یکی از اسباب و عوامل عمده ناامنی های به اخیر در افغانستان مشخص نبودن <تصفح> وزیر دفاع تا هم اکنون است که نتانستن بله. بزینن. و رئیس ستادی ارتش به نظر تان ای که مهم است چرا بان که در آغاز این روزهاش لاف زدن که امنیت از اولویت های کارشان است چرا یک اقدام جدی نکردن حتی در مسئله گزینش وزیر دفاع تا هم اکنون کنار نامدن با هم ما فکر میکنم که گاب روشن است. گاب بی روشن است که دکتر سیب عبدالله جایگاهش معلوم است. جایگاه رئیس جمهور معلوم است. و او از زور بیشتر استفاده داره تا در نیم راه عریف خود, خود خسته کنه نکاوتش کنه از میدان برای و بعد دنیا بگوید که این دکتر عبدالله را که شما با ای اوصاف میشناخته اینمه قدر بود صبر و سلیج که رفت و به مو حالات هم نزدیک ساخته توافق نامه سیاسی ما یارو ملاکشان نیست مگر چرا ما, ما, ما به با این باور هستم که دلگرمی ای که از طرف پاکستان دکتر اجروانی داره و گپایی هم که جنرال های پاکستان تا واله نمی زدن حال پاک بسیار گپای صاف میزنند پشت پرده گپای هست که گپا به ما بسیار نگران کننده است مشخص است به شما برای ما مشخص نیست ولی با ارزیابی از قرینه های موجود اتو فهمیده می شود که هم تبانی و هم دلی صورت گرفته که هم در سطح رهبری دولت دلگرم هستند که پاکستان صادق است و پاکستان سابق نیست و ما باور هستیم باورمند هستیم که پاکستان آماده به صلح شده و از دیگر طرف ما میبینیم که جبهه یک سره خلاف ساله های گذشته از اراضی جنوب آمد به طرف شمال از بدخشان تا بلغ اصلا ما توقعش فکر نمیکردیم به این اندازه فشار که هنوز هم گفتم وقت گرم نشده اینقدر فشار بالای نیروهای امنیتی آمده ما باورمند هستم که پیشتر آقای دانش اشاره کرد که نیروهای جسور و سربلند و سلحشور اردوی ملی بله د شک نیست که جسارت داره اردو و پلیس تلفات دادن شهادت دادن ده ها هزار نفر سال گذشته شهید شده اما گپ ما است که اگر یک لشکر هم با, 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 با کمیت و کیفیت صد هزاری و دو صد هزاری او یک, سر یک, یک سر و یک, یک, سر لشکر لایق نداشته باشه ما باورمند هستم که از پا در میای خسته میشه ما این وضعیت در شانه جنگی ها یا بازی های سیاسی را که رئیس جمهور در داخل شروع کرده در داخل هرک در چیزهای بسا خرد و ریزه قرر میکنه و خشمگین میشه و خفه میشه متوجه سرادات افغانستان نیست به این لحاظ نه تنها ما بلکه خوردترین افرادی وطن دوچار نگرانی شدید است از شما جناب آقای دانش حالا دولت افغانستان دست کم شما به 350 هزار اردو یا ارتش نیروهای امنیتی دارین یک سری تجهیزات هوایی و زمینی و اسلحه و اینا دارین ولی طالب حالا همه ادعا میکنن که طالب نه توپ داره نه تانک داره نه نیروی هوایی داره نه 350 هزار نفر داره نه 100 هزار نفر داره که بیا مقابله بکنه چرا نمیتونن از این امنی ها جلوگیری گیری بکنه خب میدونید یکی خب قواست که حکومت افغانستان یا ما دارای یک قوای منظم هستیم دشمن یک گروه های کوچک در گوشه ها و کنار افغانستان وجود داره که اینا فعالیت های تروریستی دارن ما بر بنیاد قانون عمل میکنیم این نیرو با اون نیرو تفاوت خود داره او یک نیروی دهشت افغان است و هر کسی که پیش به رحم نمیکنه در هر جایی که دستش برسه حمله میکنه شما شاهد هستین که در مرکز آموزشی در مکتب در کلینیک در میدان ورزش در میدان بسکشی در هر جایی که رسید حمله کردن و اینا افرادی هستند که به خود رحم نمی کند وقتی که یک نفر به خودش رحم نمی کند به هیچ کس رحم نمی کنه. فعالیت های تروریستی تا جنگ های جبهه منظم بسیار تفاوت خود داره مثلا اینا در هر جایی برک است که دستشون برسه زیان میرسن اما نیروهای امنیتی افغانستان داخل یک نظام هستن و به شکل درست عملیات میکنن این که چرا اینا از بین برده نشدن طبعا که در ساحات اینا فعالیت میکنن که ساحات صعب عبور است دور افتاده است و گاه گاهی جنگای چریکی را مشاهده هستیم که اینا یک بار دست به حمله میزنن و دوباره متواری میشن این جنگ ها یک اندازه طولانی می باشه و مهار کردنش کار دشوار است نیاز است که باید به صورت کل اول کسایی که از اینا حمایت میکنن یا از حمایت از اینا دست بردار شوند دومی که اینا با دستگاه های کشفی و دستگاه های استخباراتی باید مهار و فعالیت های تروریستیشان باید به با تعقیب از عملیات های گسترده صورت بگیره مثلا نمونه شما پیشتر پیشتر اشاره کردم که در سنگین در عملیات زلفقارم چون عملیات ها خود داشت اما در سر تا سر افغانستان باید همچو برنامه ها را اندازی شود تا ای که از این خلاص شد خب در چند سال پس این که ما دست کم گروه هایی که بیشترین آمار کشتار در افغانستان از اونا داریم مشخص هستند که گروه های طالبان خب شبکه یقانی و غیره که در اواخر ما دایش هم خطر, حضور دایش هم در دا افغانستان داریم به نظرتان ما تا همکنون یک روی کرده مشخص مشخصی برای جنگ یا دفاع برابری دشمن تا همکنون داریم یا نه داشتیم یا نه صد, صد اگر ما نمی داشتیم دشمن موفقیت‌های های داشت و در سال 2004 این زمانی که ما گرفتیم در کل مسئولیت های امنیتی را و دو دوره انتخابات بود و چندین برنامه کلان دیگر از پیش روی نیروهای امنیتی افغانستان بود دشمن اهدافی را تعیین کرده بود که باید تعدادی از ولسوالی ها را حتی تعداد از ولایت افغانستان را در اختیار می گرفت اگر برنامه ریزی دقیق نمی بود این نیروها استادگی نمی کردن تلاش نمی کردن طبعاً که اینا به هدفشان می رسن ما خوشبختانه دیدیم که تا امروز که ما با شما صحبت می از اینا مهار میشه اما متاسفانه بعضی حادثات مثل حملات انتحاری و انفجاری صورت میگیره که یک چیز واضی است خب تا حالا تا حالا هر چه حمله ای که به وجه پس از تشکیل حکومت وحدت ملی ما شاهدش هستیم به نظرتان بیشترین آمار را ما از کدام نشانی داشتیم این مشخص است 100 صد درصد بیشترین حملات و بیشترین تلفات که ما در دیتابیس وزارت امور داخله داریم و مجامعه بین المللی روی کار کردن بیشترین تلفات هم به نیروهای امنیتی افغانستان و هم بر مردم افغانستان از اثر انفجار ما کنار جاده است حملات انتحاری و انفجاری و گروپ های عملات گروپی تروریستی است ما در جنگ های تعداد تلفات ما کم است و ما چند نمونه بسیار کوچک داریم این داریم اما در بخش انفجار و کارگزاری ما اندازه بیشتر است خب در کل بمب کنار جاده هست یا که انفجار و انتحار هست هرچی که هست منظور من است که کدام گروه ها مشخص بیشتر نامار ازشون داریم در کل در افغانستان چندین شبکه تروریستی فعالیت میکنه طالبا هستند شبکه حقانی است لشکر جنگوی است لشکر طیبه است طالبای پاکستانی هستند و طالبا و شبکه های تروریستی ازبک و چیچینی هستند که اینا فعالیت های تروریستی در خاک افغانستان است داشتن و در این روزهای اخیر یک اندازه فعالیت از اینا بیشتر شده البته ما آمار داریم و حتی در محابس افغانستان و در توقیف خانه های افغانستان اگر شما سر بزنین از این شبکه ها تعداد افرادشون بازداشت شده و در اختیار ما ممنونتان جناب آقای پیمان حالا اینا میگن که ما یک روی کرد مشخص برای جنگ برابر دشمن داشتیم ورنه دشمن موفقیتاش بیشتر میبود شما تایید میکنیم ما سوال را که از آقای دانش کردی من میخوایم جواب ما بگویم که افزایش ناامنی به خاطر چی است پاکستانی ها به قانون اساسی که مطابق مصوبه های فیصله پارلمان انگلیس بینوان قانون در جایگاه قضاوتشان در دفاترشان در دولتشان مروج مروج است مصوبه قانونگذاری های لندن عمل میکنند اصلا اعدام در قانون پاکستان نیست ولی زمانی که انفجار انتحار در پاکستان شروع شد آجل کمیسون ویژه نظامی ساختند دشمن به فیصله انقلابی در صحرا کشتند صدها را اعدام کردند صد دیگر هم در لست گرفتند و کسی که پاکستان ویران میکنه او دشمن پاکستان است علنی به عنوان دشمن قوی برخورد میکنه اما در افغانستان تور نیست در افغانستان اینمی که سر میبره امی دشمنه که خانه را خراب میکنه امی دشمنه که اطفال میکشه زنها را میکشه و ایرانی میکنه حکومت حکومت یهودی میدونه نظام نظام کفری میدونه ما یار ناراضا و برادرای ناراض میخوانیم ما یار دشمن نمیدانیم شش هزار هفت هزارش آقای کرزه و با یک نرم دلی و نرم خویه اولین بار که رئیس جمهور نو مام شروع که هم رفت پل چرخی با خنده و قاقه و چرچه با سرای طالبا شروع کردید با این حال و ای خواهی کرد بله و هم در وقت که رفت د سخندانی خودم در قصر سفید د امریکا گفت باید از طالبا معذرت خواسته اگر من به جای طالب باشم دیگه جسارت پیدا میکنم دیگه اصلا مجازاتی نیست چرا؟ پاکستانیا در معرکه و سفارایی اونا محکمه صحرایی محکمه نظامی دیگه هیچ تروریست در پاکستان پیش قضا و سارنوالی نمیره در محکمه نظامی فیصله میشه اما در افغانستان به اونا به اطفال خرد زیر سنش جایزه و برسیاد به به کلاناش بخشش داده میشه هر کدامش قاتلین متکرر و مجرمین بار بار, بار برای مردم افغانستان هستند بدون فیصله و تحقیق استر محکمه اینا هم و اونها را برادرای ناراضی و مخالفین سیاسی میخوانند به این ای ای شکل فکر میکنم عوامل ناامنی و جسارت و پیشروی دشمن یک عاملش ایست خب و وا... عامل دومش هم اجازه بده که عامل دومش بی کفایتی خود نظام بی نظام ظلم فساد رشوت که فکر میکنم نمونهش در کره زمین نخواد باشه و این رفته رفته رفت روز به روز مردم مایوس دل سرت میسازه صف دشمن هم قوی میسازه و گپی آخر ما میز انتخاب افراد ناشایسته و نالایق انتخاب افراد ناشایسته و نالایق مثل والی که سالگیره دخترش در امریکاست سالگیرش در افغانستان فامیلش در بیرون است خودش والی است به خاطر سالگیره دخترش قماندان های ناتو را میبره وقتی که این وضعیت مردم میبینن که والی شراب میخوره والی به عیاشی روزانه چهار دفعه تاجکستان میره والی زن و بچه خود نمیاره این رفته رفته مردم بی باور می سازه ای انتخاب نا بودن زعما و کسایی که به عنوان نایب در ولایات حکومت می‌کنند. یک طرف عدم عدم مدیریت و بی‌استعدادی و نالایقی از اینا خب پرسش ما از آقای دانش بیشتری بود که آیا یک روی کرد مشخص در برابر دشمن دست کم و اگر گروه های مخالف ما مشخص داریم یک فرز از گروه ها را یک روی کرد مشخص جنگی یا دفاعی در برابر دشمن داریم اینا تایید کردند که بله داریم و اگر نمی داشتیم گسترش ناامنی ها پهنش بیشتر از این بود و مخالف ها بیشتر موفقیت می داشتن ایر شما تایید میکنین یا نه بعد این شک ندارم که تا چند ماه پیش پیش از رسیدن زمستان پیش از رسیدن زمستان که ما وزیر دفاع داشتیم و نظام از این شرایط که بهتر داشتیم وضع ما خوب بود این شش ماهی را که آقای دانش دستاورد نظام میدانه اشتباه میکنه ای در اینجا فکر میکنم که برج جدی و دل سردی و برودت هوا بود که مردم اندکی نفس کشیده آل بعد از این معلوم میشه ما باورمند هستم که چاری چابله نه که در قندوز به نون والی روان کردین اگر برج سور به جوزا رسان شهر قندوز سقوط نداد داگز دا, دا میدانی آ... به ای خاطر آقای دانش با یادش باشه که ای شش ماهی که ای دستاورد میدانه که طالب جای را نگرفته در شش ماه دیگه نظام بود کسای دیگه بودند اینجا این او وقت وزیر دفاع کسی دیگه بود وزیر داخله کس دیگه بود ما فکر میکنم که این نظام به این ضعفش با این مسخره با این رسوایی که من میبینم این توان نظیر نداره که برج سورا به جوزا برسون رسوندش گپی آقای دانش است من باورمند هستم که نمیره سپاس جناب آقای دانش اولی که با توجه به گپای جناب وکیل سیب ارزیابی و بررسیتان از گپ چیست و پاسخاتان به اینا و دوم هم بخش دومی این پرسش می است که بحث گروگانگیری گروگانگیری ها چطور و از کجا اتفاق میفته و ای که نمونه ای کلانش هم و, سی و یک شهروند را داریم در دو ماه نتونست دولت حتی دست کم جاشان همش مشخص بکنه و حتی ادعا میکنه نهادهای امنیتی که ما عملیات در آغاز کردیم و عملیات چون هم سبب ای شده که اگر در آغاز گروگان گرفته شده ها منسجم بودن. پس از این عملیات به گروه های چند نفری تقسیم شدند و جایشان نامشخص تر است نام قبل شد شما چه پاسخ داریم؟ خب بس از اینکه در به گفته های جناب پایمان صاحب نقدی داشته باشیم آدم بزرگ است احترامشه داریم او دیدش است و هر کس حق داره که نظر خدا بته اما آرزوی این است که پایه های حکومت مقتدر شود استوار بباند و چون ما شما همگی ما در زیر چتر ازی زندگی میکنیم هر چه قدر کی مستحکم و بهتر باشه ما شما در آرامش و آسایش سر میبریم چون در مقابل ما یک دشمن بسیار نامرد است ترور است که به هیچ کس رحم نمیکنه. ارگ و ما به بی بریم به ناامنی بریم ضررش به کل مردم افغانستان شما از بی‌رحمی دشمن یاد میکنی از بی‌رحمی فساد و ظلم و رشوت در درون نمیگی موترای لاریه که بار میارن از پاکستان و از اینارش اینا پلیس شما لج میکنه ترازودارا از این امینجا تا به شمال از شمال تا جنوب کندوز و بغلان از مزار تا پل خمری و ترخم جلال آباد امی دریورای بیچاره فقیر مسکینه اینا لج میکنن موترای لاری قدم به قدم باج میدن جزیه میدن شما چه رحم داره به سر این ملت که باز از بیرحمی دشمن یاد میکنین خب ما فکر میکنم که بله مشکلات وجود داره شما ما شما در این اجتماع زندگی میکنیم میفهمیم و ما کی گفتیم که در کل افغانستان همه چیز حل همه چیز مشکلات وجود نداره ما بیشتر هم اشاره کردیم که کشور در حال جنگ هستیم پس از جنگ نیستیم هنوز مشکلات خدا داریم در مورد گروگان ها به اساس که در شورای امنیت افغانستان شد در کل برنامه از اینا و رهایی از اینا و می برنامه که اینا چگونه رها شوند و چطور بر از اینا رسیدگی شود و دادخواهی شود مشخصا خود شورای امنیت افغانستان کار میکنه چیزی که بسیار مهم است حکومت افغانستان و در کل بزرگای مملکت مصمم هستند که اینا هر چی آجل رها شوند رفتن رئیس اجرایی در خیمه یا در چادر تحسین کننده در کابل و صحبت های بسیار مستقیم رئیس جمهور رئیس اجرایی بر رهایی از اینا با خانواده های از اینا این نشان دهنده ازی است که تصمیم بسیار جدی است که رها شود آرزوی ما و ما آرزوی مردم افغانستانی است که به زودتر فرصت اینا رها شوند کار داره بسیار به شدت کار میشه صحبت های هم صورت و ما, ما،, ما، مطمئنا به شما گفته میتونم که در یکی دو روز آینده خبرای خوش برای شما در مورد خودشون خب. و آخرین پرسش از شما که حضور داعش را شما چقدر تایید میکنید در فرانسه؟ در مورد حضور دایش که یک اندازه بحث بیشتر رسانه ای شد تعدادی از گروپ های تروریستی شبکه های مختلف تروریستی و اساس مشکلاتی که در بین خودشان ایجاد شده در و شکاف های بسیار عمیق ایجاد شد تعداد از اینا بیعت خود از گروه تروریستی داعش اعلان کردند شما دیدین که بیرق ها پر و پرچم های سفید پایین شده ای وزش سیاه بلند شد که اینا فعالیت خود شروع کردن از فعالیتشان ما انکار نمی کنیم. اما با پیمانه وسیع که به او تبلیغات میشه صحبت صورت میگیره در رو سطح نیست سپاس از شما سپاس از حضور سودمند دکتر نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی کشور و عبدالودود پیمان نماینده مردم کنداز در مجلس نمایندگان و یک دنیا سپاس از شما بیننده های گرامی که تا حال بیننده سرنوشت بودید تا فردا همین وقت خدا یار و همراه همتان باد بدرود